سلام بر عزیزان دلم، خیلی خوش اومدید به این ولاگ جدید. آقا امروز میخوایم بریم به بزرگترین شهر آبی سوئیس که داخل زوریخه، اسمش هم آکوا پارک میشه، حالا پارک میشه پارک، آکوا هم میشه آبی، کلا میشه پارک آبی و یکی از بزرگترین پارک آبیای کل سوئیسه. میخوایم بریم اونجا، ژنو حرکت کردیم و بریم زوریخ، یعنی از این ور سوئیس باید بریم اون ور سوئیس. و اینکه خیلی حال میده، براتون ولاگ میگیرم، حتما تا آخرش نگاه کنیم. برو بریم. Ignited, we left some space for us to breathe. My head is quiet now, I can rest in peace. 'Cause you are more than enough, more than enough. Feeling the rush, burning in love Two souls united, this foreign place is soaring free. ما الان یه جا واستادیم که ببینیم چی واسه خوردن هست، یکم چیز میز و بنزین و اینا بزنیم، بعدم به راه ادامه بدیم. خب ما از اینا گرفتیم، شکلاتیه، از این اونا که داخل وسط شکلات بزنیم بر بدن که دیگه آخرت رو بفکنیم. پارک، هم پارک آبی، اینجا بهش میگن آکوا پارک. الان دیگه کم کم رسیدیم، بعد 3 ساعت دارم میمیرم از خستگی، ولی دیگه کم کم میرسیم. عشق منو ببینین دوستان، ببینین عشق منه. بعدم بچه ها همون پارک آبیه سمت اونوره و الان ما میریم یه چیزی میگیریم گشنمونه و اینکه یه چیزی بخوریم، چون که ما الان سالات الضیه داریم و میریم نون بگیریم یکم بزنیم بر بدن. برنامه اینشو که امروز شاید اینجا یه هتلی بگیریم بمونیم داخل زوریخ و فردا بریم کل زوریخو بگردیم، اونم یه ولاگ خیلی جالب میشه. و اینکه ببین خیلی بال زوریخ نکن، الان یه جای این بیرون شهرشه، بیرون شهرشو نشونتون بدم، مثلا اونجا رو نگاه کنید، اونجا کاملا بیرون شهره ولی خیلی باله، مثلا لبه دریاست و اینا. بعدم بعدی اینجا همینه که من گفتم، مثلا داخل ژنو اونجا فرانسوی صحبت میکردن، اینجا آلمانی. الان کسی که مثلا یه جور دیگه صحبت میکنه اونجا فرانسوی صحبت میکنه، آلمانی اینجا نمیتونه صحبت کنه، انگلیسی صحبت کنه. اینه کشور سوئیس. بده خب رسیدیم، مثل این که به در ورودیش چیپسم آوردیم با کوکو ولی این در ورودیشه. اونجا هم اگه ببینید که سرسره داره، آره سرسرهشون معلومه، ولی که آره دیگه الان بریم داخل یکم آب بازی کنیم به ملاک. جور که میدونی تا الان اینه که نذاشتم ما ویدیو بگیریم و همه جاش، یعنی قدم به قدم ایزاده بود گوشی نبرید، بعدا عکس و فیلمم نگیرید به خاطر من، ولی گرفتم این چند تا چیزش و کار نداریم. میخوام بریم زوریخ بگردیم و اینکه ببینیم چه جوریه، چه شکلیه، این که میگن زوریخ زوریخ قشنگه چیه و مدرنه. این آکوا پارکش خیلی خوب بود از نظر من، عالی بود.
حتما برید بگردید. یعنی این موجه آبی ایرانه ولی سبک خارجیش دیگه، یکم سربازه و زیاد سربسته نیست، مثل اونجا کاملا سربسته نیست و اسلامی هم نیست، یعنی اینکه اونجا حالا یه میدونیم مردزن قاطیه. و اینکه خوب بود، من که ازش مثلا از 5 نمره 3.5 میدم. حال کار نداریم بریم زوریخ، برو که بگردیم. از زوریخ. زوریخ از نظر من بافت مدرن تر داره تا ژنو. اگه دوست دارید که بافت مدرن تر رو ببینید حتما بیایید زوریخ. اگه دوست دارید که مثلا تاریخی رو بیشتر ببینید برید ژنو. از نظر من ژنو فوق العاده است، ولی اینکه اینجا خیلی بزرگتره، ویوش باله و کل چیز دیگه هم داره که من میپسندم اینجا رو هم دیگه. عزیز من هر دوتاشو برید، هر دوتاشو ترای کنید. ما که رفتیم آکواپارک، اینجا آکواپارک هم داشت، همون پارک آبی خودمون که خوبه، اونم برید حتما. و ما الان داریم میریم یه چیزی بخوریم که یه شارژی بزنیم بر بدن و دیگه دوباره بریم بگردیم یکم. اینجا رو انگار کاملا کوبیدن از دوباره ساختن ها، یعنی بافتش کاملا نوه اینجوری، یعنی انگار تازه ساختنش. ولی بافت مثلا ژنو اینه که انگار قشنگ هی دارن بازسازیش میکنن، هی بازسازیش میکنن، قدیمیه ولی هی دارن بازسازیش میکنن. بعدن یه چیز جالب هم که در مورد زوریخ هست اینه که اینجا زیاد سوئیسی میبینی و زیاد مثلا خارجی نمیبینی، ولی اونجا که مثلا داخل ژنو میرفتی اصلا فکر 100 تا خارجی میدیدی، اونم یه دونه شاید، اونم شاید سوئیسی میدیدی. و اینجا مثل این که اینجوری نیست، ولی حق هم داره چون که اونجا شهر گردشگریه و اینجا مثلا اینجا هم هستا، ولی مثلا به اندازه اون نیست. خب نمیدونم تا اینجا متوجه شدید یا نه، کلا عشق من کفشای نایکیه و اینم همه کفشای نایکی رو داره، البته جردن، کفش جردن وان. حالا یه شعبه ایش هم داخل ژنو هست فکر کنم بچه ها میگن، ولی اینکه این دیگه بزرگتره فکر کنم دیگه، حالا همه چیزش هم همه نایکی ها هم داره. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Oh, my black top. یه چیزی بزنیم بر بدن، خلاصه شارژ بشیم. خیلی سخت. بعد اینا رو به ما داده، آهنگ کپی رایت هم گذاشته، به فناییمون میده. خب این به
بلکتاپه که رفتیم، که رفتیم یه چیزی بخوریم، یه شیکی یه چیزی بخوریم، اونجا اصلا سرویسش خیلی اصلا افتضاح بود. یعنی غذاش خیلی عالی بود، همه چیزش عالی بود، برگرش عالی بود، همه چیز، ولی تنها چیزش که افتضاح بود سرویسش. یعنی بس 3 ساعت می‌نشستی تا یه نفر بیاد ازت یه سفارشی بگیره، یعنی اصلا افتضاح بود. بعدن حالا که تو خوردی، بس 3 ساعت دیگه می‌نشستی که اون بیاد ازت تازه یه چیز بگه چقدر شده که پرداخت کنی. یعنی اصلا فوق‌العاده افتضاح بود، دیگه اصلا نمی‌رم. ولی خلاصه ولش کنید، بریم وسط شهر رو ببینیم. We shared the pieces of ourselves, it's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. اینا از همونه، اگه ندیدید که ما تست میکردیم چیزای ترش و اینا، برید حتما ببینید، از اینا بود. بچه ها گرفته بودن و بردن، الان من خودم داخل مغازه شم. آره خلاصه اگر که اون ویدیو رو ندیدید، این بالا یا این بالا میذارم، حتما برید ببینید که خیلی باحال بود. همه چیزای ترش مزه رو ما امتحان کردیم و بهشون نظر دادیم. 5 تا لول نمیدونم 6 تا لول داشت که از آسون ترین به سخت ترین ارتقا پیدا میکرد و من دهنم سرویس شد. حتما ببینید. یکی از اینا گرفتم، بزرگش خیلی دلم عوض کرده بود، ولی نمیدونم چرا این گور دوست داشت آماده نیست، فقط اینو بهم داد، گفت این فقط این آماده است، خواستم این بگیرم. ولی کلا خیلی حال میده، بعد چند سال اینو خوردم. الان من اولینم فعلا جنه بود، ولی الان شد زوری، پشمام ریخته قشنگ. فکر کن 5 برابر جنوه و خیلی هم قشنگه و همه چیز هم داخلش هست، زیبایش فوق‌العاده است. از نظر من این اول بیاد بعدم برید جنو. رسیدیم به پل عشق که همه میان قفل میزنن اینجا رو و کلیدش هم میندازن داخل آب که عشقشون پایدار بمونه. منم اینو اومدن تازه عوض کردن، ولی اینجا هست. بعدا خیلی بوده مثل این که اومدن تازه همشو عوض کردن و اینجا هم که میبینید همه قفلا گذاشتن. مثل که اومدن قفلاشو عوض کردن اینجا دیگه، وگرنه خیلی بود. مثل این که بیشترش این وسطشه. نگاه کن نگاه کن اینا. فقط اینو من خیلی دوست دارم که این یارو اومده اینو زده، بکنه این نگه اصلا یه جور اصلا نمیخواستن جدا بشن، اصلا خیلی وجوره. هجان اومده این نخواست اینقدر بزرگ بزنی، برای بقیه هم جا میذاشتی. مثل اینکه اونورش زیاد نداشت، اینوره دیگه زیادتر داره. نگاه کن، مولا میشینم اینو رنزشو پیدا میکنم و بازش میکنم به مالک، دیگه جونو به هم میزنم. راه برگشت خونه گوشنمون شد، داشتیم میموردیم، اومدیم یه برگر کینگ که یه دوباره انرژی بدیم و به راه ادامه بدیم. ببین من یه چیزی که بود اونجا بیرون برگر کینگه که ما بودیم، اونجا یه لامبو بود، فراری بود و این که فوق‌العاده بود، نمیشد ازشون فیلم بگیرم به خاطر که سابقشون بیشون بود، ممکن بود که مثلا نخوان دوست نداشته باشن، ولی خیلی خوب بود. یعنی پشه ها رفته بود اصلا نمیشد نگاه نکنی، خیلی اصلا دوتا فکرم اصلا دوتا ماشین گرون اینگه از جلوت یه پشه ها مخواستم فیلم بگیرم، ولی هی اونجا وایستاده بودن، اگه مثلا اینجا داشتن جایی شام بخورن حتما میرفتم. یعنی اصلا پشه ها ریخته بود بشن.
بریم اینو بزنیم بر بدن و ولی نمیدونستم اینو اینقدر کوچیکه. بریم بزنیم بر بدن و دیگه به فنا بریم. خب عزیز جانان همینجا ولاگو به پایان میرسونم. خیلی امروز خوش گذشت. رفتیم موجای آبی خودمون به قول گفتنی و خیلی حال داد. ولی من دوست داشتم اگر میشد اونا میذاشتن که ویدیو بگیریم داخلش و این نذاشتن در سرویس ها. و اینو بهتون میگم که حتما چنل رو سابسکرایب کنید اگه دوست داشتید. پشمام ماشینو اگه دوست داشتی چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک و زنگوله و کامنت هم یادتون نره. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی پیس.